نگفته های جالب از زندگی خصوصی کریستیانو رونالدو. کریستیانو رونالدو بازیکن فوتبال اهل کشور پرتغال است که در پست مهاجم برای ریال مادرید و تیم ملی پرتغال بازی می کند و توانسته بسیار از رکوردهای تاریخ فوتبال جهان را جابجا کند. او در حال حاضر معروف ترین بازیکن فوتبال جهان است که در سراسر جهان طرفدار زیاد دارد. اما آیا هوادارانش چیزی در مورد زندگی او می دانند؟ اگر دوست دارید که برخی از واقعیت‌های زندگی این ستاره را بدانید، با ما در ادامه مطلب همراه باشید. عزیزا، چینل ما را سابسکرایب کنید، ویدیوهای ما را لایک کنید تا از ویدیوهای بعدی ما نیز آگاه شوید. کریستیانو رونالدو به دولت بدهکار است. طبق بیانیه مقامات وزارت دارایی اسپانیا، میزان تخلف مالیاتی رونالدو 15 میلیون یورو است. در واقع او می تواند از 15 ماه تا 5 سال به زندان محکوم شود. پیش از این گزارشات حاکی از آن بود که این ستاره پرتغالی فرار مالیاتی 8 میلیون یورو داشته. اما حالا حرف از 15 میلیون یورو است. کمیته باجویان اداره مالیات خواستار حبس رونالدو به علت فرار مالیاتی بین سالهای 2011 تا 2014 شد. رونالدو با پرداخت 6 میلیون یورو در سال 2015 سعی کرد با اداره مالیاتی به توافق برسد. وکیل او معتقد است که رونالدو هیچ اشتباهی مرتکب نشده و تنها جرمش دنبال کردن معیارهایی است که اداره مالیات آن را قبول ندارد. رونالدو نیز در این باره می گوید: من قوانین مالیاتی اسپانیا را درک نمی کنم. من تنها 6 سال به مدرسه رفتم و تنها چیزی که در حال حاضر می دانم فوتبال بازی کردن است. اگر وکلایم به من بگوید که باید مالیات بپردازم، حتما این کار را می کنم. من به آنها اعتقاد دارم. پول خوب هم به آنها می دهم. به همین دلیل آنها کارشان را به بهترین شکل ممکن انجام می دهند و هرچی بگویند گوش می کنم. پدر بودن او را متحول کرد. شاید رونالدو همسر خوب نباشد، اما پدر فوق‌العاده است. او هیچگاه از فرزندانش جدا نمی شود. اگر به صفحات شخصی او در اینترنت نگاهی بیندازید، خواهید دید که او مدام از فرزندانش عکس های زیبایی را منتشر می کند. او خودش هم اعتراف می کند. پدر شدن همه چیز را تغییر می دهد. تو فرزند داری که خونت در رگهایش جاری است و این احساس خارق‌العاده است. زمانی که همسرم به من می گوید آیا فرزند دیگری می خواهی؟ من بدون درنگ به او جواب مثبت می دهم. فرزند بهترین نعمت است که خدا به بندگانش داده است. او تا کنون هیچ اطلاعات از مادر فرزند اولش منتشر نکرده. او در این باره می گوید مردم مدام در تلاشند که بدانند مادر فرزند اولم چه کسی بود. برخی ها هم می گویند که او از رحم جایگزین متولد شده است. من در این مورد تا به حال با هیچ کسی صحبت نکردم. صحبت هم نخواهم کرد. البته زمانی که پسرم بزرگ شود، من حقیقت را به او می گویم. بعضی از بچه ها نه پدر دارند و نه مادر. و به نظر من یک پدر برای فرزند کافی است. او عاشق خانواده اش است. رونالدو 4 فرزند دارد. همانطور که در بالا گفتیم، اطلاعات از همسر اول او در دست نیست، اما پسر بزرگ رونالدو اکنون 7 ساله است. در نوامبر 2017 او به همراه فرزند بزرگش در تبلیغات شلوار جین یک برند سرخط مجلات شد. در سال 2017 او و همسرش از طریق رحم جایگزین صاحب 2 فرزند دوقلو، یک دختر و یک پسر شد. او در تویتر خود در این باره نوشت: خوشحالم که تو عشق دیگر به زندگیم اضافه شد. او در تابستان همان سال نیز اعلام کرد که همسرش باردار است. آنها در ماه نوامبر یک فرزند دختر دیگری نیز به خانواده 4 نفری خود اضافه کردند. این بار هم رونالدو در اینستاگرام خود نوشت: الینا به دنیا آمد و ما همگی غرق در شادی هستیم. او پدرش را طور دیگر می‌خواست. ما در مورد پدر رونالدو، خوزی دینیس آویرو، اطلاعات زیاد به دست نداریم. اما گزارشات آکی از آن است که پدرش یک سرایدار بود. رونالدو در مورد او می گوید: من به دلیل این که پدرم کار خوبی نداشت و جز طبقات پایین اجتماع بود، بسیار اذیت می شدم. او یک مرد الکلی بود. به همین دلیل من از همان بچگی از مشروبات الکلی متنفر بودم. من هیچ وقت پدرم را به درستی نشناختم. اصلا نمی دانستم که دلیل آن همه مشروب خوردنش چی بود. شاید هم فراموشی از مشکلات زندگی. واقعیت این است که من پدر دیگری می خواستم. کسی که شاهد موفقیت های من باشد و مرا به تلاش های بیشتر تشویق کند. پدر او در سال 2005 از دنیا رفت. با وجود این رونالدو همیشه سعی داشت که خاطرات او را
به خصوص برای فرزندانش زنده نگه دارد. او حتی در اکتبر 2017 عکسی از فرزندانش را که به دور قاب پدر بزرگشان استاده بودند در اینستاگرام منتشر کرد و زیر آن نوشت: تو همیشه در کنار ما میمونی پدر. او در سن 15 سالگی عمل قلب انجام داد. شاید فکر کنید رونالدو که یکی از ورزشکارترین افراد جهان است باید بدن سالم داشته باشد، اما واقعیت چیز دیگری است. در مصاحبه ای که در سال 2009 با او انجام شد، او اعتراف کرد که در سن 15 سالگی یک عمل قلب داشته است. در دوران نوجوانی، زمانی که رونالدو می دوید، ضربان قلبش به شدت بالا می رفت. مادرش می گفت: من از این که او چنین مشکل دارد بسیار ناراحتم، زیرا ممکن است که این بیماری مانع از فوتبال بازی کردن او شود. اما خوشبختانه عمل قلب او با موفقیت پیش رفت و او ورزش کردن را بار دیگر از سر گرفت. حتی می توان گفت عمل او سرعت دویدنش را نیز بالا برده است. روحیه بشردوستی و خیرخواهانه رونالدو بر هیچ کس پوشیده نیست. در سال 2008 او 165 هزار دلار را به یک بیمارستان برای درمان بیماران سرطانی هدیه داد. او می گوید: پدرم به من یاد داد از زمانی که به فرد محتاج کمک کنم، خدا دو برابر آن را بر من می بخشد. در سال 2017 نیز رونالدو با فروش لباس ورزشیش برای 80 سگ آواره در پرتغال سرپناهی ساخت. او برای تناسب اندامش زحمت زیاد می کشد. داشتن اندام چون رونالدو کار ساده ای نیست، اما اگر هدف مانند او داشته باشید، با رعایت رژیم های غذایی و ورزش می توانید به اندام خوبتان برسید. رونالدو در اهدافش که اندام متناسب نیز یکی از آنها است، استوار است و برای رسیدن به آنها تلاش زیاد می کند. او هیچگاه ورزش را رها نکرد و برای این که انگیزه لازم را برای تمرینات سخت خود داشته باشد، همیشه برای خود یک پارتنر ورزشی پیدا کند. او همیشه با فردی که قدرت بدنی مشابه خودش را دارد ورزش می کند تا انگیزه بیشتری برای این کار داشته باشد. از نظر او خواب هم یکی از عوامل است که در تناسب اندامش موثر است. با گفته او، ماهیچه ها برای ترمیم خود به استراحت نیاز دارند که خواب بهترین زمان است. او رژیم غذایی سالم و خاص را دنبال می کند. با عنوان مثال، او به جای داشتن 3 وعده غذایی سنگین در روز، 6 وعده غذایی کوچک و سبک می خورد. او اعتقاد دارد که آرامش یکی از شرط های دیگر اندام سالم است. او می گوید برای این که اندام و ذهن سالم داشته باشیم، باید از استرس و تنش دور شویم. من اوقات فراغتم را با خانواده و دوستانم می گذرانم و همین به روح و جسمم آرامش می دهد.